بزن اونجا. خب سلام سلام سلام، بچه ها این لایومون شادی از من خواست که گفت که من میخوام زبان ترکی یاد بگیرم، بعد من یه ذره باش کار کردم، گفتم که با بیا اینو ببریم تو لایو، بچه ها هم باشن اگر کسی دوست داشت اونم شرکت میکنه، حالا یه چیزایی هم یاد میگیره. بعد این لایومون منظور که برای آموزش زبان ترکی من با شادی میخوام یه ذره کار کنیم، شما هم باشین دیگه، شما هم کنارمون باشین، بزن یه ذره بیشتر باشین بعد شروع کنیم. ترکی استانبولی، بله ترکی استانبولی. سلام سلام سلام، چقدر تابلو قشنگه، شاید یه ذره از تابلو لذت ببریم. بله آموزشه، بذاریم اینو هم پین کنم، آموزش زبان ترکی. مرحبا، ایسه بابا اینجا همه ترکن دیگه. خب محسن کامنت های بی ربط نده، کامنت های بی ربط بدی، اگر من ببینم خیلی بی ربط کامنت میدی ریموو میشه. خب شاید شروع بکنیم، اوکی هستی شروع بکنیم؟ خب اول در مورد الفبای زبان ترکی میخوام الان من دوربین رو میخوام برگردونم، هم شادی میخوام دونه دونه بگم، من تلفظش رو میگم و حالا شادی هم میخواد بنویسه که من دوربین رو میگم برمیگردونم. اول الفبا، بعد دیگه حالا یه مقدارم از کلمات، یه 20 تا 30 تا کلمات اولیه، حالا سلام احوال پرسی و نمیدونم رنگ ها و اینا رو باشیم کنار هم ببینیم که چطور پیش میره. خب من دوربین رو بذار من این یکی گوشیم رو سب کن اینا. خب بچه ها حروف ترکی استانبولی 29 تا ما حرف داریم که 8 تاش صدا داره و 21 تا بی صدا. بعد تقریبا نوشتاریش مشابه انگلیسیه ولی خب تلفظ هاشون فرق داره. حالا ما شروع میکنیم از حرف اول که بنویسیم. آ که معادل همون ای انگلیسیه ولی آ تلفظ میشه، یعنی کلن هر کجای کلمات ترکی این حرف رو ببینیم آ تلفظ میشه. ب ج، خب این رو بذاریم من توضیح بدم، همون سی انگلیسی ج تلفظ میشه، بعد همین دیگه، حرف جی ترکی به این صورت نوشته میشه، یعنی همون سی انگلیسی. بعد چه، میخوای فارسیشون رو هم جلوش بنویس، چه همون سی یه دونه زیرش این خط رو میذاریم میشه حرف چه ترکی. خب اینا رو میخوای بنویس، آ ب یه دونه بی یه دونه کسره بذار زیرش، آها ج
چه؟ خب بذار من کامنت ها رو کلن ببندم. کامنت ها بیشتر چیز میشه ما نمیبینیم که تصویرمون واضح دیده بشه. خب ده ای. ببینین این همون ای انگلیسیه ولی کلن توی ترکی ای نیست. حالا به ای هم میرسیم که ای چطوری نوشته میشه، چطوری تلفظ میشه. این ای خونده میشه کلن. هر کجای کلمات ترکی این رو دیدین دیگه ای نیست، ای تلفظ میشه. ف گ همون جی انگلیسی گ خونده میشه. یوموشاک گ، یه دونه همون جی رو می نویسی روش یه دونه هفته کوچیک می نویسی، این میشه یوموشاک، یعنی نرم، معادل همون همزه‌ایه که ما توی فارسی مثلا می نویسیم رئیس، اون رو بنویس، معادل همون همزه توی فارسی، یعنی تقریبا اونطوری تلفظ میشه، نه عین نه گ تلفظ میشه، بین دو این دوتا میشه یوموشاک گ. بعد ه همون اچ ه تلفظ میشه. خب میرسیم به آی و او. خب یه دونه او داریم که آی نوشته میشه بدون نقطه بالاش، او، این میشه او. خب اصلا معادلش تو فارسی نیست، این حرف اصلا تو فارسی وجود نداره، اینطوری نوشته میشه. یه دونم ای داریم، همون آی نوشته میشه ولی تلفظمون هر کجای کلمات ترکی بیاد ای تلفظ میشه، ای مثلا ایزلمک یعنی اصلا تماشا کردن، ای تلفظ میشه. او و ای، این رو میگم معادل فارسیشون نداره، هیچ مثالی هم برای او نداریم. بعد ج همون ج انگلیسی ج تلفظ میشه. ک ل م ن او خب یه دونه اوی دیگه هم داریم، همینطوری او رو می نویسیم دو تا نقطه میذاریم روش، اون میشه او. باز هم این معادل فارسی نداره، این ما این حرف رو توی فارسی نداریم، او تو انگلیسی هم ما این حرف رو نداریم، این صدا رو نداریم، این مختص زبان ترکیه که حالا مثالهاشو بعدم میایم میگیم که چطوری تلفظ میشه و چطوری خونده میشه. بعد پ ر س، یعنی هر جوری که الان تلفظ میکنم تو کلمات عین همین تلفظ میشه، یعنی یه جور دیگه ای نیست. بعد ت یه دونه یو رو می نویسیم، یو باز دو جوره توی زبان ترکی، یه دونه یو که اینجوری می نویسیم میشه او، اوی همون فارسی دیگه انگار میگیم او. خب بعد یه دونم این رو بنویس، دو تا نقطه میذاری روش، باز هم این حرف توی فارسی وجود نداره، او میشه او، یعنی اصلا هیچ کلمه فارسی تو پیدا نمی کنی که با این صدا تلفظ بشه، او. بعد میرسیم به و. توی زبان ترکی دبلیو وجود نداره، ایکس نیست، اینها نیست، یه دونه الان یه موند که همون وایه، وای نوشته میشه همون یه تلفظ میشه. بعد یه دونه هم ز، همون زدمونه که ز تلفظ میشه. یعنی اینا شد 29 تا حرف که اکثرا خب تلفظشون کار سختی نیست، فقط میگم اون جاهایی که باید دقت کنین، یه دونه اون خودکار رو بده من اینجا نشون بدم، یه دونه
ای داریم که آی بدون نقطه است. این باید تفاوت اینها رو متوجه بشیم. یه دونه ای داریم، خب بعد یه دونه او داریم، یه دونه او داریم. او یعنی اینم باز توی فارسی نیست، خیلی باید دقت بشه. یعنی توی یه کلمه او رو او بگین یا او رو او بگین، کل معنای کلمه فرق میکنه. یعنی خیلی باید دقت بشه. حالا ما مثالهاشو من کم کم میگم، مترجم میشین که چقدر میتونه تو معنای کلمه فرق بکنه. یه دونم او داریم، یه دونم اویه که دو تا نقطه میذاریم روش، او تلفظ میشه او. باز هم میگم این مثالهاشو میزنیم و اینجا من توضیح میدم. حروف ترکی ایکس و دبلیو رو نداره. بعد این هم از این دیگه، کل حرف حروف ترکیمون این شد. حالا بیایم یه ذره بالا. خب بذار من یه لحظه کامنت ها رو باز کنم ببینم. خب این هم از این. حالا میریم سراغ کلمات اولیه‌ای که حالا ما یه ذره با شادی من کار کردم، بعد گفتم بذار اینو لایوش بکنیم، حالا تکرار میکنیم اونها رو. این برای سطح آ1 و درس اولش. لطفا سیو بشه. قطعا آره، قطعا اینا سیو میشه. خب اینو مثلا نگفته بودم بهت، الینا سالک نگفتم، حالا میگم بهت. اینا رو مینویسی. از همون سلام شروع میکنیم و بذاریم من یه نفر رو هم باز ریموف کنیم. خب باشه، اومدی بیا که ما شروع کنیم. هرچی گفتین خلاصه گفتیم دیگه. فقط حروف الفبای ترکی رو من فعلا گفتم، نوع تلفظش رو گفتم. بعید فرق تلفظ او با او رو میشه دوباره بگیم. ببین او با دو تا نقطه روش میشه او، او. خب یو با دو تا نقطه روش میشه او، او، او. این فرق داره. حالا میگم تو مثال ها بیشتر متوجه میشین. حالا من باز برمیگردونم به روی کاغذمون که شادی بنویسه، من تلفظ میکنم کلمات رو میگم، بعد هیچی دیگه شادی بنویسه و ببینیم که چطوری پیش میریم. بذاریم من دوربین رو برگردونم، بذاریم باز کامنت ها رو من میبندم. بعد اینکه اینا رو گفتم باز کامنت ها رو من باز میکنم، اگر سوالی داشتیم میپرسیم. خب ما میرسیم به سلام. سلاممون میشه مرحبا، مرحبا میشه سلام. معادلش رو آفرین اونجا بنویس که بچه ها هم داشته باشنش. این مرحبا، خب ما یه دو جور سلام داریم دیگه. یکی مثلا یکم رسمی تره، یکم تو محاوره ها مثلا ما میگم مثلا انگار میگیم درود، یکم میگیم سلام علیکم مثلا اینطوری. یه چیزایی مثلا اینطوری سلام هم داریم. سلام، سلام، اینم معنی همون سلام رو میده. گونایدن، گونایدن یعنی صبح بخیر. گون، گونایدن. بچه این رو ببین، آیدین نه، اون نقطه رو باید نذاری. این آی بدون نقطه است. ببین الان این رو من دوباره تلفظ میکنم. گه که همون گه تلفظ میشه گون، گون، او. ببین او نیستا، این اوی دوتا نقطه داره. گون آیدن، دم، آیدین نیست. آره ببین اگر اون نقطه داشته باشه میشه گونایدین، گونایدین نیست، گون آیدن. یعنی همون او تلفظ میشه، میشه صبح بخیر. بعد خوش آمدی میشه خوش گلدین، خوش
ش که همون اس با یه دونه خط زیرش، گل دین میشه خوش آمدین. آفرین، خوش گل. ببین این الان این آی با نقطه است، ایمی آی گوش گل دین، ولی این میشه گونایدم. تلفظش رو میدونی تفاوتش رو. بعد میام خوش بولدوک، خوش بولدوک یعنی سلامت باشید. ببین اس رو یه جوری چیز بنویس، اس خیلی اس زیرش یه خطه، هوش شی ترکی همون اس با یه دونه خط زیرش، هوش بول دوک یعنی سلامت باشید، هوش بول دوک. گروشمک üzere یعنی به امید دیدار. گو روش، ببین آفرین نقطه ها رو، گروش مک او زره، گروش مک او زره یعنی به امید دیدار. ببینین تلفظ، باز هم اینجا خیلی باید دقت بکنین که اینا نقطه دارن. ببینین گو گروش مک، اینطوری نیست که گروش مک، گروش مک، او او تلفظ میشه، باز او نیست، اوه. این مثلا اینطوری نباید تلفظ کنی، اوزره اوزره او گروشمک اوزره یعنی به امید دیدار. خب الان میرسیم به لطفن، همون لطفن خودمونه، لطفن ف ا ن آفر لطفن. باز هم اوی دو نقطه، اوی هست که دو تا نقطه میاد روش، او میشه لطفن یعنی لطفن. تمام، تمام یعنی همون اوکی باشه. تمام این که چیز خاصی نداره دیگه، هر جوری تلفظ میشه همون جوری هم نوشته میشه، ت آ م آ م تمام. بله میشه اوت، اوت میشه بله، اینم باز چیز خاصی نداره. اوت هایر، هایر یعنی نخیر، هایر نه نه هایر نه، ببین نقطه رو نمیذاری، هایر میشه نخیر. ببین بچه این رو باز دقت کنین، ها یر هایر، هایر نیست، ایه آیه با نقطه نیست، آیه بدون نقطه او تلفظ میشه، هایر هایر. خب میرسیم به حالت چطوره. خب ناسلسن، ناسل آیه بدون نقطه، ناسل خب عادت کردین، آره خب باید تمرین بشه، نا سل سن آفرین، یعنی حالت چطوره، خوبی، حالت چطوره، نا سل سن. باز هم آیه بدون نقطه است، او تلفظ میشه. اینا میگم مهمترین نقطه زبان ترکی که فارسا معمولا به مشکل میخورن همین صداهاییه که توی زبان فارسی نیست، همون او ا ا، یعنی این سه تا حرف چون نیست یکم تلفظش برای شماها سخته، خب یکم باید تمرین داشته باشی این صدا رو، باید تلفظش رو یاد بگیرید. ناسلسن یعنی میشه حالت چطوره. خب میخوای بری بگی که مثلا خسته نباشید، کولای گلسین، کولای کولای گلسین، کلای گلسین یعنی خسته نباشید. ببینیم باز هم آیه با نقطه است، گلسین ای ای تلفظ میشه، گلسین کلای گلسین. چه مقدار، مثلا میخوای بگین چه مقدار، میشه نکادار، نکادار
نکادار، چه مقدار. این دیگه خیلی راحته دیگه، چیز خاصی نداره. نکادار. سلامت باشی، همون کلمه معروف من، ساول. ساول، سا اونجا گ یوموشاک گ. آفرین. ببین این گ اینجا دیگه گ نیست، یوموشاک گ، یعنی گ که به صورت خیلی نرم تلفظ میشه. ساول، ساول اینطوری تلفظ میشه. خب میرسیم به بی فنده. بی فندی یعنی آقای محترم. بی یعنی آقا، افندی یعنی محترم، جناب. اینطوری خیلی محترمانه، یه لفظ محترمانه است. بی افندی، بی افندی. ببینیم، بی افندی یعنی آقای محترم. خانم محترم میشه خانم افندی. خانم، ها نم، آی بدون نقطه. خانم افندی، افندی میشه خانم محترم. خانم، بذارین این رو هم بازم بیارم. خانم، آی بدون نقطه است. خانم، ا خانم افندی. بعد میرسیم به عمل سلام احوال پرسی کردن رو میگن سلام لاشماک. اون عمل سلام احوال پرسی میشه سلام لاشماک. سلام لاش، لاشماک میشه سلام و احوال پرسی کردن. بعد بذارید چند تا کلمه اینجا بود من به تو فکر کنم نگفته بودم اولش. دستت درد نکنه، الینه سالک، یعنی دستات سلامت باشه. اینطوریه اگر بخوایم دونه دونه تلفظ بکنیم، ولی معادلش همون دستت درد نکنه است. الینه سا، آره یومشاک، سالک، ا ا ا آیه بدون نقطه. اون نقطه رو وصل کن به آیه دیگه. به نقطه نیست. الینه سالک میشه دستت درد نکنه. الینه سالک. بعد خب دیگه همین بود، یه دونه اینو نگفت. خب بریم سراغ، بذاریم تا اینجا گفتیم، بذاریم بچه ها اگر سوالی دارن کامنت ها رو من باز کنم. خب اگر ببینیم تا اینجا سوالی هست نیست، بعد میریم سراغ رنگ ها، ببینیم که رنگ ها چطوری. حالا من میخوام بگم اینا رو شادی تلفظ هم بکنه، خودش بخونه برامون. من تلفظ حالا الان بخون، ببینیم که سر بخون، نگران نباش. حالا صبر کن ببینیم بچه ها. مرسی مرسی بچه ها، مرسی. اصلا هم سختی نداره، اصلا سختی نداره، فقط یکم تمرین میخواد و اون صداها رو باید یکم تلفظش رو یاد بگیریم، وگرنه کار خاصی نداره. تو question box پرسیدم خب این question box من چرا اینطوری شده؟ او مال اون استوریه اومده. بچه ها من question box هم پره. مرسی مرسی. خب اینها رو من یک بار ازت میپرسم شادی، تو هم یک بار تمرین کنیم با هم. اصلا هم چیز نیست، قرار نیست که همه رو تو بدون اشتباه بگی، میخواییم تمرین بکنیم. خب بچه ها هم بشنو. خب بگو دیگه از همون جا بخون. مرحبا، بله. سلام،
Günaydın. نه ببین gün ü gün aydın. Gün aydın. آفرین یعنی صبح بخیر. ها؟ خوش geldin. چیزی من بیارم اینجا که بچه‌هام ببینن نوشته. خوش geldin. 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 Hoş geldin یعنی خوش آمدید. Hoş bulduk. Hoş bulduk یعنی سلامت باشید. خب؟ görüşmek üzere. Gö. ببین gö. Görüşmek. Görüşmek. Görüşmek üzere. Ü. ببین بعد اینا رو انقدر تمرین کنی این صداها ضبط بشه تو ذهنت. Ö, ü. ببین این کلا همه حرفا اینه دیگه. Görüşmek üzere. Ü. Görüşmek üzere. یعنی به امید دیدار. لطفاً. لطف این لطفاً رو خیلی خوب میگی. لطفاً یعنی لطفاً. تمام. تمام. evet. evet یعنی بله. hayır. hayır. evet. nasılsın? 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 nasıl ı ı nasılsın? آفرین. یعنی حالت چطوره؟ خوبی؟ nasılsın؟ و تموم شد؟ نه این برم داریم آره. آها این برم داریم میگم چند تا کلمه دیگه داشتیم. خب خسته نباشی چیه؟ کلای گلسین. کلای گلسین. گلسین. آفرین. نکادار. 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 یعنی چه مقدار؟ خب ساول. 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 ساول گفتم یوموشاک گ اونجا نمی ببین جی نوشته میشه یه دونه هفت بالاش یوموشاک گ بدون اون هفتی میشه گ مثلا همون گروشمک اوزره. خب وقتی یه هفت میاد روش میشه مثل همزه فارسی یعنی مثلا میگی رئیس ا این نیستا یعنی یه چیزی بین گ و اینه. بعد سال یعنی سلامت باشی. خب بی افندی یعنی آقای محترم. خانم افندی یعنی آره خانم محترم. عمل سلام و احوال پرسی کردم. سلام لاشمک یعنی سلام و احوال پرسی کردن. دستت درد نکنه چی میشه؟ الینه. سالک. سالک نیست دا ای نیست ای سالک. الینه سالک. الینه سالک یعنی دستت درد نکنه. خب این هم از این. یه دونه هم یه درسی هم میخواییم رنگا رو بدیم بعد دیگه خیلی طولانی نشه لایومون. بذار کامنت ها رو باز کنم باز ببینم اگر سوالی هست همینجا بپرسیم. بعد ببینیم که خب بذارین یکی دو نفر نباشن تو لایومون بهتر چون این لایومون واقعا لایو فانی هم نیست. فقط میخواییم یه چیزایی یاد بگیریم. خب بذاریم ببینیم بچه ها سوالی دارم. بچه تو کوئسیون باکس نپرسیم من چون یه استوری کرده بودم کوئسیون باکس هم پره داره منفجر میشه اصلا سوالاتتون نیست برای همون هیچی دیگه. آره شادی واقعا خوبه خیلی یعنی تو یک ساعت اینها رو یاد گرفتن کار راحتی نیست. خب زبون ترکی به هر حال یکم زمان میبره چون چند تا صدایی که تو زبان ترکی هست و فارسی نیست یکم فارسا رو دچار مشکل میکن. بعد چرا بعضی موقع ها به جای هوش بولدوک میگن هوش بولدوم؟ هوش بولدوم یعنی می که اون آخرش تلفظ میشه
یعنی برای خودم، به خودم نسبت میده. بولدوم، هوش بولدوم، هوش بولدوک فعله. ببینی هوش بولدوک رو کجا بود؟ بذاریم بنویسم. هوش بولدوم. اومه آخر تبدیل میشه به مالکیتی که نسبت به خودم داده میشه. هوش بولدوم. هر دو یه صدا دارند، آ و ا. یعنی چی؟ آ آ تلفظ میشه، ا هم ا دیگه. آره صدای دیگه ای ندارن. آ آ تلفظ میشه، مثلا آلاماک. آلاماک یعنی گریه کردن. بعد بچه ها حالا قسمت بانک رفتن رو نمیدونم اینا رو بذارین، ما درس به درس میریم جلو. اینا دیگه مراحل پیش رفته است، حالا یکم کم کم میریم جلو. بعد اصلا عجله نکنیم. بعد هر روز آموزش میذاری، نمیدونم مثلا امروز شادی گفت من میخوام زبان ترکی رو خیلی دوست دارم، گفتم خب بیا کار کنیم با هم و تا جایی که من بلدم رو میتونم بهت یاد بدم. بعد آ و ا نخیر یک صدا ندارن، گفتم دیگه. مرسی. ا آ تلفظ میشه؟ نه نه آ تلفظ نمیشه. ا همون ا و تو بعضی از کلمات ا تلفظ میشه. ا و ا، ای انگلیسی ا و ا تلفظ میشه، ولی آ همون آس، آ اصلا جور دیگه ای تلفظ نمیشه. هر کجای کلمه ببینین آ، ا تلفظ نمیشه. حالا سعی میکنم ادامه بدیم دیگه، ببینیم شادی چطوری پیشرفت میکنه، چطوری اگر شادی علاقه نشون بده قطعا که خب پیش میریم دیگه تا هر کجایی که بخواد و من بلدم. خب بریم سراغ رنگا. رنگا به نسبت اینا راحت تر. یه درسی هم در مورد رنگ ها بدیم و بعد تموم بکنیم این لایو رو، هم سیو میکنم. حالا هر کدومتون دوست داشتین استفاده میکنین. و خب بذار من این رو باز کنم. خب بریم شادی. خب سراغ رنگ، رنگ ها میریم. ماوی، ماوی یعنی آبی. ماوی ایه ها، او نیست. ما خیلی دقت بکنین روی ای، او، 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 او. این شیشتا کلمه، این شیشتا حرف خیلی مهمه تو زبان ترکی. یعنی همه یک کلمه رو اگر یه دونه ای رو او بگین کلا معنیش عوض میشه. برای همون خیلی دقت بکنین. ماوی یعنی آبی. کرمز یعنی قرمز. کر م ز یعنی قرمز. بذار من دوباره کامنت ها رو ببندم که نوشته ها رو داشته باشیم. بچه ها ببینین این ای نیستا، آی بدون نقطه است، او تلفظ میشه. او کر م ز، کرمز قرمز. سار، سار او، ببین آخرش او یعنی زرد. سار زرد. یشیل، یشیل، یشیل سبز. باز هم میبینین ایه، یشیل ای، ای بالای سار او. اینها رو خیلی دقت بکنید. مر، مر یعنی بنفش. مر
مئوره بنفش مر. پنبه پنبه پم به ببینین اون اینجا مثلا ا تلفظ میشه، این ای نوشته میشه ولی ا تلفظ میشه، حالا ا هم تلفظ میشه، پنبه رنگی میگن ولی خب پنبه بیشتر اینطوری تلفظ میشه، میشه صورتی پنبه. بیاز بیاز یعنی سفید، بیاز سفید. سیاه سیاه آخرش ه میشه همون سیاه خودمون، سیاه مشکی. بذارین دوباره من اینا رو نشون بدم. ماوی آبی، قرمزی قرمز، سارو زرد، یشیل سبز، مور بنفش، پنبه صورتی، بیاز بیاز سفید، سیاه. ببینید ایه باز اینجا خیلی دقت کنید، سیاه نیست، سیاه سیاه میشه همون مشکی و سیاه خودمون. رنگ زرشکی میشه بردو، بردو میشه رنگ زرشکی بردو. گری گری میشه توسی خاکستری، گری میشه ببینید گری میشه گری توسی. کاهوه رنگی کاهوه کاهوه رنگ، این دوت یعنی یه کلمه ترکیبیه، کاهوه یعنی قهوه، رنگی یعنی رنگ، یعنی رنگ قهوه. کاهوه رنگی کاهوه، مثلا ما وقتی میریم یه قهوه ای هم بخوریم کاهوه میگن، حالا میخوام بگم که منظور همون قهوه خودمونه. کاهوه رنگی رنگ قهوه. نارنجی میشه ترونجو، تو رون جو میشه نارنجی، ترونجو ترونجو. لاجیورد لاجیورد جیورد میشه همون لاجوردی سرمه ای، لاجیورد لاجی جی همون که گفتم سی نوشته میشه، سی انگلیسی ولی جی تلفظ میشه، لاجیورد لاجوردی سرمه ای. خب میرسیم به کویو کویو یعنی رنگ تیره، هر رنگ تیره ای بخوای مثلا بگی نارنجی تیره، نمیدونم قرمز تیره، هر رنگی توی رنگ ها اون به معنی اون تیرگی رنگ اشاره میکنه. کویو کویو. رنگ روشن میشه آچک آچک، مثلا میگی آچک پنبه صورتی روشن، آچک ساره، آچک قرمزه. یا مثلا رنگ تیره مثلا کویو بردو یعنی زرشکی تیره، کویو ماوی یعنی آبی تیره. اول اون تیرگی یا روشنی میاد کویو آچک، بعد رنگ رو اضافه میکنیم به ادامه کلام. بعد رنگ عسلی میشه الا الا عسلی، مثلا میخوای بگی چشم عسلی میگی که الا گزلم، الا گزلم یعنی چشم عسلی من، الا گزلم یعنی رنگ عسلی. بویاماک بویاماک یعنی رنگ کردن، بویاماک بویاماک یعنی مثلا دیوار رو میخوایم رنگ کنیم ما میگیم بویاماک. بعد دیگه تمام دیگه، این هم حالا رنگ های اصلی بود که گفته شد. یه بار دیگه حالا من میخوام که شادی تلفظ بکنه اینها رو و شروع کنه. حالا شادی تو بگو بچه هم میبینم. ماوی کرمزی
kır بگو ı kır kır mızı mızı kırmızı yani kırmız sarı sarı zert yeşil yeşil sebz mor mor benavş pembe surati beyaz beyaz sefid siyah سیاه همون سیاه خودمونه بوردو یعنی زرشکی گری یعنی توسی کهوه رنگی یعنی قهوه‌ای رنگ رنگ قهوه‌ای تورنجو یعنی نارنجی خب لاجیورت همون لاجوردی ورت آخرش ت لاجیورت یعنی لاجوردی آره لاجوردی سو کویو رنگ تیره آچیک رنگ روشن الا اصلی آره الا بویاماک یعنی رنگ کردن بسیار هم عالی بذار کامنت ها رو باز کنم یه دو سه دقیقه کامنت رو بخونیم دیگه لایو رو ببندیم که این لایومون یکم دیگه مطالب اضافی توش نمیشه اون برای امیر هم داره میخونه چقدر هم عالی امیدوارم که مفید بوده باشه و حالا کسایی که دوست دارم واقعا علاقه دارم میتونن یاد بگیرن کم کم حالا از صفر یعنی از صفر شروع کردیم از الفبای ترکی تلفظ الفبا و کلمات سلام و احوال پرسی و رنگ و اینا و به نظرم همینقدر کافی بود برای درس اولمون حالا اگر شادی ببینیم شادی چجوری پیش میره دیگه اگر اوکی باشه که من گفتم اگر به این صورت دو هفته 10 روز دو هفته تمرین بکنه دیگه هر موقع رفت استانبول دیگه گیر نمی کنه حداقل میتونه بره فروشگاه خریدش رو بکنه قیمت بپرسه سلام احوال پرسی کنه تاکسی بگیره مترو سوار شه بخونه کلمات رو آدرس رو اینا خیلی مهمه که اصلا بتونی بخونی چون کلمات مثل انگلیسی نیست اونجا برای همون فکر میکنم که خوب باشه هفته دو سه بار بذار سعی میکنم آره بذاریم لایو ها رو ببینیم که چطور این لایو رو هم سیو میکنم این لایو سیو میشه حالا کسایی هم ببینین اگر کسایی دوست دارن زبان ترکی رو یاد بگیرن براشون هم بفرستین ببینن بعد با فیلم ترکی خب سخت یاد گرفتن دیگه چون محاوره هایی که تو فیلم هست یکم پیش رفته است شما باید اول از ریشه شروع بکنین از حروف شروع بکنین تا برسیم به کلمات یکم پیچیده تر مرسی دیبا کجا داریم میری؟ گفتی من میرم خب مرسی بچه ها بریم دیگه بریم حالا اگر لایو دیگه ای موضوعات دیگه ای داشتیم که بازم میایم لایو این فقط صرفا برای آموزش زبان بود مرسی که بودیم ممنون